مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در پالیتیکس 365 امروز به برنامه من دکتر محمود مسائلی دعوت کردیم ایشون مقیم اتاوا هستن کانادا و یه عمر واقعا در چندین زمینه روابط بین المللی حقوق بشر سیاسی قانونی مخصوصا فعالیت کردن و واقعا نظره ایشون خیلی عزیز خیلی مهمه میخواستم حتما به توجه شنوندگان عزیز برسونم دکتر خوش آمدین به پالتکس 365 مگه لطف کنین خودتون رو به خیلی مختصر معرفی کنین و بعد میریم دنبال صحبتی که میخواستیم بکنیم امروز و تمرکز کنیم روی این تزاراتی که میبینیم تو سراسر دانشگاه های آمریکایی در مورد اسرائیل و گازا و برخوردهایی که پیش اومده و واقعا موضوعی هم قانونی و سیاسی و آزادی بیان و همه چیزهایی که واقعا پیش میاد وقتی که این دانشگاه ها با این موضوع خیلی سخت باید روبرو بشن خوش اومدی به برنامه دکتر میکنم. من هم درود میفرستم به شما و کسانی که برنامه رو دنبال میکنن محمود مسالی هم که گفتید شصت هستم دیگه درس نمیگم الان چهار ساله بیشتر درسی که میگفتم در حوزه حقوق بین حقوق سازمان بین و همچنین فلسفه سیاسی بود. البته اینه که دو تا پی تعقیب کردم، رضا از این اون پر میزدم از این بحث به اون بحث میرفتم و برمیگشتم. بسیار علی خیلی ممنون دکتر. با توجه به این واقعا تظاهراتی که میبینیم، خب از یه لحاظ خب ما توی کشور هستیم که آزاده هر کسی یه مشکلی داره با جامعه، با سیاست، با دولت میتونه به تظاهرات بکنه و این حق آمریکایی هاست واقعا مایی که توی یه دموکراسی آزاده اما این برخوردها یه ذره خب از خیلی از جدی شده خیلی از دانشجوهای حالا کلیمی یا شاید هم عرب یا فلسطینی جونشون رو در خطر میبینن که تو این دانشگاه شرکت کنن بعد دانشگاه اصلا ورچوال لرنینگ و آنلاین لرنینگ دارن آفر میکنن و همینطوری این برخورده داره بدتر میشه و بعضی از افرادی که دونیت میکردن پول میدادن به این دانشگاه دارن میلیون ها دلار میخوان پس بگیرن بعضی از گروه هایی که بر علیه به کمپین اسرائیل در گازا دارن تظاهرات میکنن میخوان اون دانشگاه دیگه به با اسرائیل رابطه نرشته باشه اگه لطف کنین سعی کنین به ما کمک کنین که این موضوع رو بیشتر درک کنیم که حق داره کی نداره قانونش چیه و واقعا چا میتونیم انتظار داشته باشیم از این آتیه بس اینکه فعلا عاقبت خوبی نمیبینیم همینطوری داره بدتر میشه ملت دارن میان زندان دستگیر میشن دانشگاه ها و مدیرای دانشگاه در خطرن واسه اینکه چند کارشون از دست دادن رفتن کنگره شهادت دادن و واسه اینکه به کافی به حماس حمله نکردن و حماس یه تروریست اورگانایزیشنی که کاملا شناسه حمله نکردن کارشون از دست دارن واسه اینکه به نظر می اومد لح... لحاظی داشتن اجازه میدادن یه گروه تروریستی به اون فرم به اصطلاح ری... ریشه پیدا کنه تو گفتگوهای آزادی که تو این کشور ما جامش میدیم آیا این نظرتون چیه از این موضوع خیلی متشکر هستم خیلی بحث گسترده شاخ زیاد داره چون چندین لایه درگیر است تو قضیه من اتفاقا الان که شما داشتین میفرمودید بیاد ادم اسمیت افتادم The Theory of Moral Sentiments خیلی زیبا مطرح میکنه که چگونه هستش که یه موقع هستش که از درون یک صداهایی را در میشنبه این صدا که آره منظور مثلا قضاوت وجدانه انسان میبینه با چشمش حوادث رو وقایع رو فیلم و مووی و نمیدونم رسانه ها و بر اساس اونها طبیعتا قضاوت هایی میکنند که اینها بیشتر احساسی هستند تا که مبتنی بر مبانی خردمندانه و اوقلایی و منابع موثق و دقیق باشند خب من خودم بتوان داشتم به این موضوع در امریکا نگاه میکردم ولی من نظرم شخصا بر این استش که یه بخش بزرگی یا مهمترین بعد قضیه همان احساسات انسانی است اینها میبینن خب طبیعتا مناطق خراب شده کودکان کشته شدن بیگناه و قصه و طبیعتا هر انسانی عکس الاولش شده و کنشش شده اما اگر ما بخوایم بریم در عمق قضیه بیشتر مطالعه کنیم ممکن استش قضاعت هم کاملا عوض بشه من به جد باور دارم که بخش بزرگی از اونها که در این کمپین ها درگیر شدن فلسطین ها و غیرو اینها واقعیت ها رو نمی ببینید اساس مشکل اصل اصل مشکل صرف نظر بحث پاتیشن ریزولوشن نمیدونم جنگ ها و غیره این هستش که اگر شما به قانون اساسی حماس نگاه بکنید حماس کاوننت در حماس کاوننت گفته شده است با سراحت به روشنی من اطفا دیروز در تلویزیون یک ساعت نیم به این موضوع صحبت میکردیم گفته شده است که حماس بر بنای این فلسفه شکل گرفته است که کل یهودیت را باید نابود کند حتی نمیگه اصلا اسرائیل نمیگه کشور اسرائیل نمیگه زیونیزم هیچ کدوم اینها رو نمیگه میگه که اساسا مسلمان وظیفه مسلمان این استش که یهودیت رو نابود بکنه ببینید خیلی ساده است شما و این کسانی که این صدای بندر میشنوم فارغ از هر نوع قضاوتی نه جانب اسرائیل رو بگیریم نه جانب فلسطینی رو بگیریم نه واقعا صادقانه بیم خودم رو وجدان رو این پاشو اسپکتیتور رو بذاریم شما تایپ بکنید هماس هم کاوننت و برید اون رو بخونید 1988 کاوننت هماس هم میگه که خداوند هدف ماست پیامبر الگوی ماست و قرآن هم قانون ماست و بر این اساس ادامه میده مخصوصا در فرزند ماده هفت ماده هفت میگه که یهودیت بایست نابود بشه یک یک بایستن است که تحت هیچ شرایطی نمیشه اون رو تغییر داد یا اصلا در ماده فکر کنم سیزده حالا من یادم نیست توضیح میده میگه که سازمان فلسطین یک وقف اسلامی است یعنی اینکه رسما میگه این ارزه بنده نیست مدرک اون رو داره میگه میگه که وقف اسلامی به این معنا که حتی اگر یک سرزمینی رو با زور ببینید با زور یعنی با کمک اسلحه از دست دیگران بگیرن اون سازه متعلق مسلمانان است و تحت هیچ شرایطی به صاحبانش نمیتونه برگرده وقتی که شما ریشه های ترناک و دلهور آور یک چنین تفکر اخوان المسلمین رو میبینید که مشابهت زیادی هم با رژیم در ایران داره واقعا مو سیخ میشه من معتقد هستم که این دانشجانی که واقعا با نیت پاک با قلب روشن از روی خلوص نیت برای دفاع تحت تاثیر احساسات قرار گرفتند یا فاز مردم زیر جاستیس و غیر و تلاش میکنند اینها این واقعیت ها ای واقع رو نمیدانند حماس باور ندارد تحت هیچ شرایطی نمیتواند بپذیرد که کشور به نام اسرائیل در منطقه حضور داشته باشد حتی در سال 2017 من خاطرم است وقتی که خالد مشعل در دوه اعلام کرد که ما یک سیسپایر بلند مدت رو میخوام پیشنهاد بدیم که یه مقدار قائل رو کم بکنیم گفت با این حال اسرائیل رو ما به رسمیت نمیتونیم بشناسیم اصلا امکان ندارد حتی یک میلیونیم هم امکان ندارد که اسرائیل رو ما به رسمیت بشناسیم ببینید تا زمانی که این موضع اسلام سیاسی هستش هیچ شور حلی وجود نداره دوستگرامی و عزیزان دیگر خود هماس در حماس کاوننت در میثاق هماس که میگه میثاق الله تاکید کرده است گفته است که تمامی راه دیپلماتیک تمام اشکال مساعی جمیله گود آفیسیز نمیدونم میانجیگری همه اینها باطل و پوچ است از نظر ما فقط و فقط یک راه وجود دارد جهاد بر علیه یهودیان نمیگه اسرائیل میگه یهودیان یهودیت بعد نابود شد چندین حدیث رو در همون در هماس کاوننت به صورت نوشته شده است که تمام اون حدیث اصلا چیز عجیبی است باور کنید تن آدم میلرز وقتی اینها رو میخونه تمام اون حدیث و تمام اون نقل قوله که حتی برخلاف نص سری خود اسلام است پس خود اسلام میگه خیلی خوب یهودیت یک دین ابراهیمی است موسی پیامبر خداست هم یهودیت هم مسیحیت هم اسلام اینا سه شاخه از یه دین ابراهیمی هستن ولی حماس اصلا باور نداره به این حماس میگه که یهودیت مثل نابود باشه ای کاش فرصت من میتونستم اینها خیلی مفصل صحبت کنن. بنابراین اگر خوب خلاصه کنم اونهایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن مش هوا میکنن گره میکنن و غیره این واقعیت ها رو نمیدان اگر که آشنا بشن به اون مرامنامه به اون فلسفه به اون بن و پایه و اساس حماس وقت اون موقع میشن که چه مصیبتی گریبان منطقه گرفته است آخرین جمله این که به دیگه از بکنم بزرگ یک از بزرگترین نتایجی مشکلین هستش که شخصا بنده ندیدم که فلسطینیان بگویند که ما با حماس متفاوت هستیم <applause> فلسطینیان نگفتند که ما حماس را قبول نداریم فلسطینیان نمیگن که ما اون مرام نامه حماس که قانون اساس حماس هستش را قبول نداریم فلسطینیان نمیان میگن که خیلی خوب ما میخواهیم مثال یا به اسرائیل رسمیت بشناسیم تا بتونیم راه دو کشوری تحت شکل بگیره تا این قاله تموم بشه فلسطین رو نمیگم متاسفانه حماس مسلطه بر موضوع و حماس در همه جا بر یک پای فرق قرار گرفته است یهودیت باید نابود شود و نه اسرائیل و این خطرناکترین اندیشه است برای جهان امروز و برای منطقه خاور میان واو واقعا من اینو نمیدونستم خوب شد که خیلی ممنون که توضیح دارین <applause> واقعا به شما آدم مو تنش خیلی سیخ میشه واسه اینکه باورش نمیشه یه همچین ارگنزیشنی وجود داره و تونست متاسفانه اکتوبر 7 دسترسی به آدم های بیگناه داشته باشه و چندین سال هم ملت فلسطین و حالا هر جوری شده تحت اثر خودش نگردشته اما نه تنه شما فلسطینی نمیدونم گیر کردن عربای دوره اون گازام گیر کردن تحت این گروه هایی که با اسلحه و با شکنجه دارن همونجوری که جمهوری اسلامی مردم ایران گیرگاه نگرشته به نظر میاد هماس درسته گیرگاه نگرشته و اینایی که این جوان که تظاهرات میکنن میگم خب کشور آزاده حق دارن هر جور که میخوان تظاهرات کنن اما شاید به قول شما این چیزایی که شما گفتین نمیدونن و واقعا هم راهی دیگه نیست که چه جوری میشه با تظاهرات این تو این کشور حمایت کنین از اون مردم مردم, مردم بیگناهی که جون شدن از دست میرن غذا بهشون نمیرسه هر جوری اینترنشنال ایدی در گازا میره به شکست به میخوره و این ور آب ما نگاه میکنیم تو با تمام تمام آزیادی هایی که ما تو این کشور داریم تو کانادا آمریکا سخت این تصویرها به شما تصویرها رو ببینیم و تحت احساس قرار نگیریم و نریم یه بگیم ایناف آدم های, بچه های که, کشته نشون میرن تو CNN is enough از ایناف اما متأسفانه به نظر میاد هماس رو از ملت بیگناه گازا نمیشه جدا کرد و همه گیر کردن به این تظاهرات و همونطور که میگین تمام خاوری میانم آلوده ای این تظاهرات شده بله. سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تا حتی دهی حدی ملیتریلی واقعا آتیه خوبی نیست اگه, اگه, اگه اساس نامه اساس نامه اساسی حماس اینه ببینید من یه چند تا حالا شما گوش میکرد میفهمید من داشتم گوش میکردم ببینید مشکل بر اساس اندیشه است یعنی فلسفه سیاسی هم از این هستش اما حتما باور دارم که خود فلسطینی ها هم نمیدانند در همین شهر ما یک آقای فلسطینی با هم داشتیم صحبت کردیم که دارای درجه دکتر هستش در یک نهاد دولتی بسیار مهم هم در دولت کاندید کار میکنه من بهش گفتم فیلان اصلا تو این رو خوندی گفت اصلا تو نشنیدم این رو ببینید میدیا بایست هستش به میدیا مینستریم مایل نیستش که صحیح بدن. ببین <applause> خود شما رو نشنیده بودید من دیروز در میهن تیوی صحبت کردم قریب یک سال خوره طول کشید گفتن اولین بار هستش این حرفها داره زده میشن هیچ کس نشیده و من سکرین شیر شد من اسناد رو باز کردم اسنادم مال من نیست شما در هم یل که درش تظاهرات بود تو رو خدا یل یل یه چیز داره پراجیکت داره به نام اولان پراجک. که مهمتر اسناد در اونجا میان چی میگن طبقه بندی میکنم شما به همونجا که نگاه کنید و تایپ کنید هماس کاوننت این رو میبینید که چقدر این خطرناکه این اسلام سیاسی معذر بزرگی شده است برای جانه و حتی من صادقانه بد بگم اونهای که باورمند به اسلام هم هستن اگر واقعا قلب پاکی دارن و من بهشون اطلاع میگذارم بی تردید اینها مسیح چشماشون رو باز میکنن این اسلام سیاسی داره دنیا رو ویران میکشه اصلا روند فرسایشی اعتقاد به مذهب به دلیل همین اس... همین اسلام سیاسی است <applause> من پیشنهادم این هستش که بس یک بخش بزرگ از فشارها در جهان متوجه همین مردمی باشد که نادانسته اثر احساسات میشن میرن توی خیابونها و مش به هوا بلند میکنند این هم بستی بداند و وظیفه رسانه های فارسی به نظر من این هستش که بیان این به صلاح این حقایق رو باز بکنن با من در میهن تیوی نه ساعت صحبت کردم هفت مقاله نوشتم اکادمیکلی آرتورد در کیان لندن چاپ شده است و توضیح دادم که داستان چیست چرا این مصیبت وجود دارد برای من اگه خود خلاصش کنم راه حل وجوده من معتقد هستم که هنوز راه حل تو ستیت ریزولوشن این در 1947 هنوز بهترین راه حله به شرط اینکه حماس بپذیرد که اسرائیل هم یک کشور مستقل است و این رکگنیشن می بر اساس حقوق بین اتفاق بیفته پس مسی فشارها رو بود اونهای که هوادار اسلامی سیاسی هستند بس به توده ها آموزش داد که مردم چشما رو باز بکنید خب این اسناد بین رسمی هست این قانون اساسی حماس است باید بخونید ببینید که چقدر هولناکه چقدر دلهوره آوره اتفاقا یک پراجکتی رو خدمت خب بکنم که اسمش هست جنیوا اینیشیتیف جنیوا اینیشیتیف اون اینیشیتیف یاد ابتکار ابتکار عمل جنیف این رو درستش کردن قریب شد هفتاد هشتاد نفر استاد دانشگاه مقامات عالی رتبه بازشسته اسرائیلی و فلسطینی با هم دیگه انسان دلسوز این اینیشیتیف رو درست کردن و یک اکوردی هم درسته به نام جنیف اکورد و اینها اصرار ورزنه که هنوز اون تو ریزولوشن بهترین راه حل است اما اومدن توضیحات کامل دادن که چون نوشن اون رو اجرا کرد متاسفانه علا رقم حتی این کارهای خیلی که صورت گرفته است حماس و حامیان حماس همچنان دارن مقاومت میکنن میگن میگویند که یهودیت بعد نابود شود شور وقتانه در همه این مصیبت ها این کشورهای عرب هستند که به باور بنده از فلسطین دارن استفاده میکنن سو استفاده میکنن برای سیاست خارج خودشون و یا تنر ما گلوبال لفت رو هم نمیتونیم فراموش بکنیم این تظاهراتی که در دنیا صورت میگیره گلوبال لفت داره اینها رو برنامه‌ریزی میکنه گلوبال لفت ان هند این هند م. لذا م. یک راه هست من پیشنهاد پیشنهاد محمود مصائری هستش م. که سعی کنیم آگاهی داشته باشیم به حقیقت اگر ما بدانیم چه مصیبت وجود دارد و اون موقع, اون موقع ممکن استش که راه حل بهتری بتونیم بر اونها ارائه ای بدیم این موضوع خیلی بد و ساعت ها بعد صحبت بشه و در این چند دقیقه نمیشه واقعا خلاص بسیار نادرست درست میگین واقعا با ادویکیشن و ریسرچ کردن افرادی که ما میتونیم به اصطلاح دیدگاهشون رو عوض کنیم اما اگه همه دارن اکثر عمل احساساتی نشون میدن حالا از دانشگاه ها سر سر دنیا تحت،, تحت این مسائل خوب نمیشه و متاسفانه جونای آدمای بیگناه همیشه قربانی این بایسی که هستش تو میدیا <applause> یه چیزی که تو خبر میانه همیشه خب مطمئنه شنید. شما من تو چندین های مختلف شرکتی هم تمام تو این 25 سال عمرم که تو این زمینه فعالیت میکردم اینه که همیشه میگفتن there are no experts on the middle east only degrees of ignorance right یعنی <laughs> <Right? laughs> uh, همه خب یه،, یه آشنایی دارن اما همه خیال میکنن اکسپرتن و بعد سعی میکنن uh, uh, با احساسات و که میگه اسلام سیاسی uh, به اجندای خودشون رو جلو بندازن به خاطر همونطور که گفتین کشورهای عرب که دور وره این منطقه هستند به منافع خودشون دارن فکر میکنن نه به منافع مردم بیگناه اسرائیل جفت هم اسرائیل هم فلسطین مثل جمهوری اسلامی همه به فکر خودشونن اما خب استفاده میکنن از این بنر از این اسم اسلام و به اون بهانه همه نوع گناه و مجاز میکنن توی فکر خودشون درست دکتر واقعا به قول شما تو این چند دقیقه وقت نیست تمام این موضوع رو بجوریم حتما لط کنین دوباره به برنامه برگردین یک دونه تشکر از کارهایی که میکنین از اون زحمتهایی که کشیدین ریسرچ که نوشتین با تلویزیون ایرانی که شرکت کردین و دو این برنامه که ما رو روشن کنین و تا اونجا که میتونیم با این دنیای خیلی سخت و دردناکی که ما با هر روز بعد شاهدش باشیم یه ذره بیشتر درک کنیم یک دونه تشکر تا اونجا که میتونیم مجددن خواهش میکنم برگردیم به برنامه قربان شما مرسی خیلی ممنون قربان شما